این پارکینگ اولین پارکینگ هر در واقع پارکینگیه یعنی نزدیک به اونجا که بخوان برن داخل فروشگاه و پارکینگ های دیگه همونطور که میبینید در ادامه است این برای اینکه ها خیلی راحت تر بتونن که جابجاشن و پارکینگ مخصوص خودشون داشته باشن سلام خوش اومدید به کانال من من امین هستم توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم بخشی از زندگی کسانی که کمتوانی جسمی دارن توی کشورهای اسکاندیناوی و حالا کشوری که من توش هستم سوئد تجوریه این همونطور که گفتم تنها بخشی از این زندگی شهریشونه قطعا امکانات بیشتری واسه زندگیشون و واسه درمانشون هست که اون رو در ویدئوهای بعدی و توسط کارشناساش توضیح میدم بهتون چون یه برنامه یه ویدئویی دارم واسهش و همونطور که دیدید اول ویدیو خب مثلا پارکینگشون رو بهتون نشون دادم خب ابتدا جایگاه ابتدایی هر پارکینگ جایگاه پارکینگ افرادی است که معلولیت جسمی دارن نمیدونم ببخشید من واژه معلولیت رو به کار میبرم نمیدونم معادلش چیه فکر میکنم کم توانی جسمی باشه پیشا پیش از میکنم خواهش ازتون می کامنت بذارید برای من اگر که معادل بهتری دارید برای این کلمه و بریم ببینیم باقی داستان رو و بخشی از زندگیشون رو بهتون نشون بدم این دکمه هست که آبران پیاده استفاده می کنند سر چار ها و همطور که می بینید پایین نصب شده برای اینکه افرادی که ویلچر دارن هم بتونن ازش استفاده بکنن همچنین سر چار راه این صدایی که می برای افراد نابیلا که متوجه بشن چراق سبز شده دستشوی مخصوص هم هست برای کسانی که از ویلچر استفاده می کنن. همطور که می بینید دو تا قسمت هست کنار دستشویی که میتونن با استفاده از اون از دستشویی استفاده بکنن و این فکر کارشون راحت تر بکنه این که باش میتونن در باز بکنن هم پایین تر هست و لباسشون هم خب اونجا میتونن آویزون کنن و مناسب هست باسشون این قسمت البته بیشتر مربوط به خانمایی هست که میخوان بچهشون اینجا تمیز بکنن تمامی اوتوبوس های چنین سیستمی دارن برای استفاده ویلچر و کالسکه و ارتفاعشون هم کاهش میدن اکثر چار راه ها به این شکل جدول کشی شده که بتونیم با ویلچر و حتی افراد نابینا راحت تر رد بشن همطور که میبینید این قسمت کاشی ها فرق میکنه برای اینکه تشخیص بدن افراد نابینا که این قسمت محل عبور مرورشونه اکثر چهارراه ها هم یه چنین شکل مایلی داره یعنی به این شکل تمام میشه جدول ها که برای رفت آمد افرادی کمتوانی جسمی دارن و اینم که اول ورودی هر اداره و سازمانیه خب باشش نایی داریم دیگه و اینم که بهتون نشون دادم پایین نصب شده برای اینکه آقاران پیاده اینو بزنن و چراغ رو سبز بکنن خب همونطور که بهتون گفتم این تنها بخشی از زندگی داخل شهری افرادی بود که کمتوانی جسمی دارن منم هم لباسم هم عوض شد <applause> قطعا امکانات دیگه هم دارن و شاید بهتر دیگه هم برایشون وجود داره که حالا نتونستم توی این ویدیو بگنجونم چون نه فقط امکانات شهری بود و امکانات تفریحی امکانات درمانی و کل چیزهای دیگه براشون وجود داره علاوه بر اینکه یه سری کمک هزینه هایی رو هم میتونن این افراد دریافت بکنن خیلی خوشحال میشم اگر که جز افرادی هستید که کمتوانی جسمی دارید این پایین برای من کامنت بذارید و نظرتون راجع به این ویدیو بگین همچنین شما هم که کمتوانی جسمی ندارید میتونید برای من کامنت بذارین و بگین که آیا این ویدیو براتون جذاب بود یا نه اگر هنوز سابسکرایب نکردین لطفا دکمه قیمت سابسکرایب رو بزنین و حتما ویدئوهای دیگه ای که من دارم رو هم چک بکنید ویدئوهایی که توی دیسکریپشن میذارم و اگر هنوز ندیدید حتما ویدئوها رو ببینید و لایک یادتون نره این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید و مرسی ممنون اینستاگرام منم فالو کنید اگر دوست داشتین این پایین میذارم مرسی خدافظ